که امروز روز خوبی باشه براتون و میخواستم که مهمان عزیزی رو به شما معرفی بکنم. مهمان عزیزمون خواننده بزرگ ادی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. جناب ادی، میخواستم ازتون قول بگیرم برای بچه‌های پناهجوی ایرانی به نمایندگی از کانال صدای پناهجو که برای پناهندگان ایرانی فعالیت میکنه، ازتون قول بگیرم که به فکر ما باشید، صدای ما رو به سازمان‌های حقوق بشری برسونید. خیلی از شما ممنونم، خیلی متشکرم. از طرف ایرانی‌ها و پناهجوها از شما ممنون هستم. خواهش می‌کنم. خانم مهشید عزیز به همراه همسر گرامیشون ابی امروز مهمان ما هستن و افتخار دادن. خانم مهشید عزیز از کارگروه صدای پناهجو، دارم از شما این فیلمو میگیرم و میخوام منتشر بکنم. اگر محبت بفرمایید در رابطه با پناهجوها صحبت بکنید، اونی که به دلتون هست، اونی که الان در موردش صحبت کردید و یه مقدار متاثر شدید و فرمودید که من اصلا نمیدونستم شرایط ایرانی ها اینطور هست، ممنون میشم صحبت بفرمایید. نمیدونم پناهنده و پناهجو این همه تفاوت هست بینشون. به هر حال مردمی هستن که یک سرزمین دیگه اومدن، به میل خودشون اونجا رو ترک نکردن، آمدن اینجا در پناه کشور دیگه‌ای باشن و اینکه هیچ پناهی بهشون داده نمیشه، هیچ کمکی بهشون نمیشه، واقعا تاسف‌آوره. و بعد برای خود من قلبم از جا میخواد در وقتی اصلا هیچ زمانی فکرش نمی‌کردم ایرانی رو اینجور محتاج به کمک در یک کشور دیگه‌ای ببینم. واقعا از تمام روح و قلبم با شماست. ما از شما سپاسگزار هستیم خانم مهشید، همچنین بنیادی که راه اندازی کردید، واقعا از شما سپاسگزاریم. و میخوایم همینجا که بتونیم با هم در تماس باشیم و انشالله بتونیم یک کمک های ناچیزی به ایرانی به امید خدا سپاسگزاریم. همتنهای عزیزمون برسونیم. ممنونیم از شما و میخوایم اینجا از شما این قول رو بگیریم، از شما و همچنین ابی عزیز که اینجا نشستن، که به پناهجوهای ترکیه کمک بکنید، صدای ما باشید و صدای ما رو به سازمان‌های حقوق بشری برسونید. با کمال. خیلی از شما ممنون هستم. تلاشمون رو خواهیم کرد. خیلی ممنون هستم از شما. الهام.